بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارز سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنا. بحث اقتران صفات پروردگار متعال رو بررسی میکردیم که گفتیم که یکی از ویژگی های نصوص قرآنی این هست که صفات پروردگار متعال به طور عموم با به صورت جفت یا قرینه خودش در قرآن کریم اومده. وجود قرینه یا جفت بودن صفات با هم گفتیم که در تکامل یا در کمال وصف صفات قرار میگیره و تصورمون در ارتباط با این صفات میتونه به صورت کامل و اونطوری که لایق و شایسته مقام الهی هست شکل بگیره. نگفته نمونه که بحث اسما و صفات پروردگار گفتیم که در ضمن نص قرآنی یکی از مهمترین موضوعاتی هست که قرآن کریم به طور مفصل بهش پرداخته، یعنی اینکه یادآور شدن صفات پروردگار و اسمای الهی به عنوان محوری ترین موضوعی هست که در واقع تثبیت کننده اعتقاد توحیدی و مبانی این اعتقاد رو باعث میشه، موجب میشه که اصول و پایه های فکر توحیدی به معنای درست و صحیح در فرد مسلمان پایریزی بشه. در هیچ دین و هیچ آینی از آینهای مختلفی که در ارتباط با الله متعال تصور و اندیشه دارند، بحث اسماء و صفات الهی به این صورت گسترده نه مورد بحث بررسی قرار گرفته و نه هم جزو محورهای موضوعی مباحث دینی اونها قلمداد میشه. در ارتباط با صفتی که ما امروز یا امشب قصد طرحش رو داریم که صفت العزیز هست، این صفت در واقع ما یک بحثی رو در ارتباط با صفت الرحیم در برنامه پیشین داشتیم که گفتیم که بیشترین مواردی که صفت رحیم بعد از الرحمن اومده همراه بودن این صفت با صفت العزیز هست، از عزیز الرحیم، و بررسی کردیم به طور مفصل مواردی که این صفت با صفت رحیم با صفت عزیز اومده. اگر بیایم موارد دیگری که صفت عزیز با دیگر صفات اومده غیر صفت رحیم، میبینیم که در قرآن کریم هفت صفت دیگه هست که با این صفت به طور قرینه و جفت ذکر شده هست که بیشترین مورد صفت حکیم هست. عزیز بودن پروردگار متعال در کمال خودش با صفت حکیم یادآوری میشه. در قرآن کریم 24 مورد هست که عزیز رو با صفت حکیم ما همراه میدونیم. ما این صفات رو کلن همشون رو به طور مستقل بر کدوم از اینها پرداختیم، ولی به طور مختصر اونچه که در ارتباط با عزیز بودن پروردگار که در مقابل خار بودن قرار میگیره، یعنی غالب و با عزت و بالا مقامی که بر همه چیز اقتدار داره و هیچ چیزی از زیر اقتدار او بیرون نیست و زیر سلطه ایش کسی قرار نمیگیره، اون پروردگار در عین حال حکیم هست. عزت مصدر اصلیش الله متعال هست. هر کسی عزت داره، حیثیت داره، مقام داره، موقعیت داره، در واقع برگرفته از مقام او هست، یعنی از او اخذ شده هست و باز هم او میتونه از هر کسی اون رو کسب کنه،
تنها موجودی که ذاتاً عزیز هست و شایستگی کمال عزت رو داره رب ذوالجلال هست و به همین صورت حکیم مطلق هست. این صفت همونطوری که مشاهده میکنید اولین موردی که در قرآن کریم اومده در ضمن خاتمه دعایی هست که حضرت ابراهیم میگه که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. پروردگارا در بینشون نبی رو بفرست که اون نبی اون رسول آیات و دلائل روشن تو رو بر اونها تلاوت بکنه و اونها رو آموزش بده وظایفشون رو و عمل به این وظایف که حکمت باشه و یزکیهم و شرایط رشد اونها رو فراهم بکنه. تو عزیز و حکیم هستی. رابطه عزیز و حکیم بودن با این مفاهیم یا با این دعایی که در واقع در برگیرنده تمام نیازهای بنیادین انسان در راستای سعادت و خوشبختی هست، رسالت و در ادامه اون وظیفه این رسول که در تلاوت دلائل و حجتهای الهی و آموزش وظائف شرعی و به همین صورت عمل به این وظائف و به همین صورت رشد و پاکسازی انسان، همه اینها در واقع برمیگرده به این که الله متعال عزیز و حکیم هست، غالب هست و غالبی هست که صاحب حکمت هست. اگر این آیه رو با آیه بعد بخوایم با هم کنار هم بذاریم، در واقع آیه 6 سوره آل عمران هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم، و به همین صورت خاتمه آیه 18 سوره آل عمران که میگه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، و به همین صورت آیه 62 سوره آل عمران ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. دقت کنید ما این سه آیه رو وقتی کنار آیه اول بذاریم، هر سه آیه درش شهادت توحید است، لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله الا الله ان الله لهو العزيز الحكيم. ما اگر این سه آیه رو به طور مجمل بخوایم براش یک تصور شامل و جامعی داشته باشیم، ببینیم که در واقع اون چیزی که کمال الوهیت پروردگار متعال رو به طور جامع ما رو به اون وابسته میکنه و ما رو به اون موضوع دلبسته میکنه، بحث عزیز و حکیم بودن خالقی هست که همه چیز در اختیار او هست و صاحب حکمت هست و بر مبنای اقتدارش و حکمتش اون چیزی که در واقع لازم هست، اون چیزی که شایسته و بایسته خلق هست رو در اختیارش میذاره. در ارتباط با خلق یصورکم فی الارحام کیف یشاء، در ارتباط با امر شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، و به همین صورت در ارتباط با جمع هر دو موضوع که در داستان حضرت عیسی مطرح است، و ما من اله الا الله ان الله لهو العزیز الحکیم، باز هم عزیز و حکیم بودن پروردگار متعال کمال وصفی هست که یکتایی و الوهیت اون رو در واقع در بر داره. بر این اساس وقتی که ما این آیات رو با آیه ما قبل که بحث رسالت هست رو کنار هم میذاریم، باز هم در واقع یک مطلب رو میبینیم که
انبیا بر اساس توحید و یکتاپرستی دعوتشون آغاز میشه و این دعوتی که بر اساس توحید و یکتاپرستی آغاز میشه در با منهج روشنگر کردن اذهان با دلایل روشن و آموزش و پرورش این رسالت محقق میشه و مبنای اون اصل و اساس اون برمیگرده باز هم به این که الله متعال عزیز و حکیم است. گفتیم که این دو صفت عزیز و حکیم جزو صفاتی است که بیش از بقیه صفات با صفت عزیز اومده و در این حال صفت عزیز هم جزو صفاتی است که بیشترین مورد ورود در قرآن کریم رو بعد از صفت الرحمن الرحیم ما شاهد هستیم. یعنی ما میتونیم تدریجی رو در نظر بگیریم که صفت الرحمن در رتبه اول قرار میگیره و صفت رحیم بعد میاد صفت عزیز و عزیز هم باز با رحیم با هم به صورت مقترن یا همراه بیش از دیگر صفات مشاهده میشه. این مفاهیم یا این تصویر ترکیب قرآنی برامون در بحث هدایت یافتن و به همین صورت مسیر متناسب با خلقت رو به دست آوردن محور باورمون است. الله متعال رو غالب بر این دنیا جهان میدونیم و اون رو حکیم مطلق میدونیم. اختیاردار مطلق یعنی اینکه جای هیچ نوع سؤالی برش وارد نمیاد و حکیم مطلق باز هم یعنی جای هیچ نوع استفهامی باقی نمیمونه. وقتی که حاکمیت مطلق از آن او باشه، خب به طور طبیعی جایی نیست که انسان جایی پرسش و پاسخگو بودن وجود نداره. حاکمیت در سلطه وقتی در اختیار باشه، اختیاردار کل این نظام باشه، در اختیار او باشه، سلطه مطلق در اختیار او باشه، خب در نتیجه هیچ جای اعتراض باقی نمیمونه. جای اعتراض موقعی هست که در ضمن نظام و سلطه شراکتی باشه یا به همین صورت همکاری و یا همراهی باشه. وقتی که شراکتی و همراهی همکاری وجود نداره یعنی اینکه مطلق ذات او هست و هیچ احدی با او در این باب شریک نیست، خب به طور طبیعی تسلیم شدن به امر او و به حکم او مقتضای مقام عزیز بودنش هست و به همین صورت راضی شدن به امر و حکم او باز هم مقتضای حکیم بودن و حکمت بالغ داشتن او هست. ما در خاتمه سوره مائده از زبان حضرت عیسی وقتی که صحنه قیامت رو الله متعال برامون تصویر میکشونه که در قیامت از عیسی پرسیده خواهد شد اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، سوال استفهام انکاری هست، تو گفتی که اینها عبادت منو بکنند، من رو به عنوان اله بگیرم. تو اونجا میگه رب اصلا شایسته نیست نبود که من این حرف رو بگم و اگرم میگفتم خب تو اطلاع داشتی. در انتها جمله ای رو الله متعال به عیسی نسبت میده که میگه که انتو عذبهم فانهم عبادک، اگر اونا رو تو
بهشون عذاب دادی یا اونها رو به سزای اعمالشون رسوندی، خب بندگان تو هستن. و اگر هم که اونها رو بخشیدی، باز هم انت العزیز الحکیم. این خاتمه العزیز الحکیم در واقع اختیار دار بودن رب ذوالجلال رو در ضمن نظام آفرینش میرسونه، اختیارداری که از کمال قدرت و از کمال حکمت برخوردار است، اختیارداری که ادبیات گفتاری ما با او مقتضاش اینه که هر امری رو و هر حکمی رو که ثابت شد از منبع او هست بگیم اون هست عزیز و حکیم، هم تسلیم بشیم به کنهش و هم تسلیم بشیم به و راضی بشیم به اون چه که باش مواجه میشیم. وقتی که اتفاقی میفته، وقتی که حادثه ای صورت میگیره و اون حادثه رو بالاخره میدونیم که به طور عموم اون چه که در ضمن نظام حاکمیت جهان وجود داره، خب اراده و حکم الهی و سلطه او هست که این حادثه رو در واقع شکل داده، خصوصا حوادثی که در قالب حوادث طبیعی در طبیعت ظاهر میشه. خب اینجا خیلی از موارد پیش میاد که برای خیلی ها جای استفهام و سوال پیش میاد و خیلی ها هم نوعی از اعتراض یا نوعی از شبهه رو ایجاد میکنن که الله متعال، خدای متعال اگر رحیم هست، خب چرا اینقدر انسان رو در یک جا بدون هیچ جرمی اینها رو براشون شرایط مردن یا کشتن رو پدید میاره که یا غرق میشن یا زیر آوار میرن یا از این نمونه ها، که اینجا باز هم برمیگرده به این موضوع که الله متعال عزیز و حکیم هست، غالب هست، مال مال او هست و حکیم هست، اختیاردار هست و با حکمت هست. این سوال در ارتباط من مخلوق مطرح میشه به خاطر اینکه اون چه که دارم به من داده شده و در مقابل این داده هم مسئولیت دارم و پرسیده میشم، اما او در اختیاردار مطلق هست، جای سوالی براش نیست. و در این حال که اختیاردار مطلق هست، به هر حال حکیم هم هست. اون چی که ما نمیتونیم پی بریم، اونها رو در نظر میگیره. در کل ادبیات ما و تصور و اندیشه ما این رو به ما میگه که انه هو العزیز الحکیم در همه این موارد. به همین صورت موارد عدید دیگه ای که قرآن کریم میاره، همه اینها در راستای اون چیزی هست که در نظام آفرینش از جانب پروردگار صورت میگیره و انسان در قبال اون تسلیم میشه. الله متعال از زبان حضرت ابراهیم در سوره عنکبوت آیه 26 میاره، وقتی که ایشون سعی و تلاش خودش رو کرد و نتونست به هر حال تأثیر لازم رو در بین قومش بذاره و در نهایت فقط ایمان براش لوت آورد، گفت که قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. هجرتش هم میدونیم که به سرزمینی هجرت کرد که اون سرزمین لایزرع بود، منطقه ای بود که واقعا چیزی درش در باز همسرش وقتی که به سرزمین مکه اومد، خب منطقه ای نبود که قابل زیستن باشه، ولی با امر الهی اونجا مأمور شد که مهاجر بشه و خانوادش رو ببره. در واقع این تسلیم شدن در مقابل امر الهی، در مقابل اون چیزی که برای انسان نمیشه قابل درک باشه، در واقع برمیگرده به این که انسان
ما به عنوان مؤمن اعتقاد داریم که الله متعال عزیز و حکیم هست. به همین صورت ما میبینیم که خب خیلی از از افراد، خیلی از خلائق برخلاف اون چیزی که در واقع باید عملی کنند یا عمل کنند، یا برخلاف مقام الهی که باید رعایت کنند عمل کردشون شکل میگیره و الله متعال هم در این میان هم باز هم هیچ نوع واکنشی رو نشون نمیده که اونها تعذیب بشن یا به هر حال نوعی از مؤاخذه در اونها ظاهر بشه بر اونها. در این میان الله متعال در آیه 42 سوره عنکبوت میگه ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحکیم. الله متعال میدونه، اطلاع داره، خوب میدونه که شما غیر از او کسای دیگه رو کسی میخواید، از به کسای دیگه دلبسته هستید، وابسته هستید، به اونها رو میارید. الله متعال عزیز و حکیم هست. اونجایی که سالم این خیلی موقع این سال پیش میاد که خب الله متعال میبینه که خیلی ها دارن ظلم میکنن ولی خب مؤاخذهشون نمیکنه. خب باز هم میگیم الله متعال عزیز و حکیم هست، سلطه او بیرون نیست و هیچگاه اینها رها نمیشن و در این حال حکیم هست. آیه 60 سوره نحل در واقع این مطلب رو میاره، میگه للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. اون کسانی که ایمان به آخرت ندارن اینا به شکل بسیار سوء بدی رو اختیار کردن و الله متعال مثال برتر رو داره، عزیز و حکیم او هست. این کسانی که آخرت ایمان ندارن در واقع میگن کجاست حساب و کتاب، ما که چیزی رو نمیبینیم. این مسئله که اینا میارن، این مسئله در واقع برمیگرده به یک کوته فکری که در اونها در ارتباط با خالق و هستی وجود داره. در واقع الله متعال بر مثالش، نمونش والایی هست که عزیز و حکیم هست. با خلق نباید اونو مقایسه کرد که فکر کنی چرا در همون لحظه اینا مؤاخذه نمیشن، به افراد گناهکار مؤاخذه نمیشن، در نتیجه خب اگر مؤاخذه نیست پس چی، این آخرتی هم وجود نداره. در واقع الله متعال عزیز و حکیم هست. این مفهوم به طور گسترده در آیات مختلف در سیاق‌های متعدد ما میبینیم که آیه 4 سوره ابراهیم میگه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله متعال انبیا رو میفرسته با زبان قومشون تا براشون توضیح بدن، براشون حقیقت اون چیزی که باید باور داشته باشن و اون عملی که باید انجام بدن رو براشون بیان کنن. در این میان افرادی رو براشون هدایت نصیب میکنه، افرادی هم براشون گمراهی رو نصیبشون میکنه. فیضل من یشاء و یهدی من یشاء، اون کسانی که بخواد اونها رو براشون گمراهی رو براشون بهشون عطا میکنه یا براشون فراهم میکنه و اون کسانی که بخواد هم باز اونها رو هدایت میده. این هدایت دادن و گمراهی رو میسر کردن برای افرادی و برای افراد دیگه، هدایت، این هم برمیگرده به اینکه الله متعال عزیز و حکیم هست. هر کسی که شایسته هدایت هست بهش هدایت میده و هر کسی که شایسته گمراهی هست گمراهی رو نصیبش میکنه. اون چی که مهم هست اینه که رسول با لسان قوم میاد و برای همشون بیان میکنه، اما اون کسانی هدایت از این هدایت بهره میگیرن که شایستگی و صلاحیت داشته باشند، در پی هدایت باشند. اون کسی که خودش نخواد و هیچ گونه اهمیتی به هدایت نده، به طور طبیعی هدایت نصیبش نمیشه. این اتفاقی که میفته در ضمن اراده و مشیت الهی در واقع برمیگرده به اینکه الله متعال عزیز و حکیم هست. گفتیم که بس عزیز و حکیم بودن پروردگار متعال جنبه های مختلفی داره که همه اون جنبه ها برمیگرده به یکتایی او.
بی همتا بودن او در الوهیت. الهی که در حاکمیت هیچ احدی با او شریک نیست و در ملک این حاکمیت هم کسی رو شریک خودش نکرده. وقتی که این ملک و این اقتدار در اختیار او هست و اداره رو مطلقاً او داره میکنه، در این حال که در اختیار او هست و مدیریت مطلق رو داره، در این حال اون چیزی که اتفاق میفته یا اون چیزی که در این خلقت وجود داره یا به وجود میاد، همشون نشأت گرفته از حاکمیت مطلقی هست که آمیخته با حکمت هست، عزیز و حکیم هست. ما در این نظام اتفاقاتی داریم که در قالب تقدیر اتفاقات طبیعی میبینیم. در ضمن این نظام نظامی داریم که به عنوان نظام تشریع تلقی میکنیم. همه اینها چه در قالب تقدیر باشه، تقدیر اتفاقاتی که در جهان میفته، و چه در قالب تشریع باشه، و به همین صورت چه در قالب تخلیق باشه، تکوین باشه، در نظام خلقت باشه، همه اینها در واقع یک حکم روشون مطابقت داره و همشون با یک وصف شامل و جامع وصف میشن که حکم الهی در همه این موارد، چی میخواد در تخلیق باشه، چی میخواد در تقدیر باشه، چی میخواد در تشریع باشه، از حاکمیت مطلق او سرچشمه میگیره که عزیز هست، و از حکمت بالغه او سرچشمه میگیره که حکیم هست، عزیزه، حکیم هست. در نتیجه ما تسلیم و رضایتش مطلق رو در مقابل همه این موارد از خودمون نشون میدیم. گفتیم که این مطلب یا این موضوع جزء گسترده ترین موضوعاتی هست که در ارتباط با دو صفت عزیز و حکیم ما در قرآن کریم داریم، که هر موردی به طور خاص برامون در همون عرصه پیام خاصی داره که تسلیم شدن در مقابل حکم رو میرسونه و رضایت در مقابل حکم رو در با هم میرسونه. تسلیم شدن در مقابل حکمی که حاکمیت رو در واقع تعبیر کن هست، حاکمیت مطلق الله متعال رو تعبیر کن هست، و به همین صورت رضایت در مقابل این حکم رو که حکمت پروردگار متعال رو در بر داره. صفت دیگری که با صفت عزیز در قرآن کریم همراه اومده صفت علیم هست. حاکمیت پروردگار متعال گفتیم که حکمت در واقع غالب بر صفتی است که همراه حاکمیت و سلطه او همیشه قابل شهود هست. بحث علیم بودن پروردگار متعال هم در ضمن عزیز بودن، در کمال عزیز بودن پروردگار و صفت عزیز رو باز هم در بر داره. این صفت هم در قرآن کریم در چهار مورد دیده میشه، که اولین موردش در ارتباط با خلقت هست. سوره انعام آیه 96، فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. این همین تقدیر العزیز العلیم که الله متعال صبح رو اون پدید آورده و شب رو اون به عنوان سامانه آرامش یا موقعیت آرام بخش براتون
ایجاد کرده و به همین صورت اون هست که خورشید و ماه رو در موقعیت‌های معین با کمال نظام هدفمند قرار داده. این کل این تقدیر عزیز علیم هست. آیه دوم هم در واقع همون بحث رو میرسونه، و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. خورشید رو میبینید که در یک مسیر روشنی داره حرکت میکنه. این تقدیر و نظام عزیز و علیم هست. این جریانش خب در کل منظومه شمسی در ضمن کهکشان راه شیری در حرکت هست، و خورشید هم که در وسط این منظومه شمسی قرار داره، کل یعنی حرکت کل این منظومه رو در واقع محور حرکتش میشه تلقی کرد، و میشه این جریان رو جریان حیات خورشید تلقی کرد، اونچه که در واقع ابتدایی داره و انتهایی خواهد داشت. ابتداش از روزی که این خورشید در اختیار ما قرار گرفت و در به عنوان یکی از مستنها مستر انرژی در برای زمین مقرر شد، و این انتهاش هم که روزی هست که قیامت میشه و تمام عمل کردش متوقف میشه. به هر حال چه ما این جریان رو یک جریان در حرکت در مدار بدونیم و چه جریان حرکت در مسیر ادای نقشش در جهان آفرینش بدونیم، هر دوی اینها بالاخره یک نهایتی داره و اینها همشون تقدیر العزیز العلیم است. دقت کنید این دو آیه رو اگر ما کنار آیه سوم بذاریم که تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم، و آیه چهارم هم در واقع باز مثل دعای اول یک محور رو در ارتباط با نظام آفرینش برامون بیانگر هست. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. این آسمان رو به هفت آسمان در آورد در دو روز، البته روز اون بحثش جدا هست، در روز در نزد الله متعال، و اوها فی کل سماء امرها، و در هر آسمانی امر خودش رو القاء کرد، یعنی مأموریتی که باید داشته باشن رو برای هر کدوم از آسمان ها تعیین کرد. و زین سماء الدنیا بمصابیح و حفظا، و آسمان دنیا رو ما با چراغ و با حفاظتی اون رو تزیین دادیم، حفاظتی که در واقع برمیگرده به همون جوی که در بالای زمین قرار داره. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اینم تقدیر عزیز علیم است. با این مقایسه سریع که ما انجام دادیم، تقدیر العزیز العلیم در کنارش تنزیل کتاب من الله العزیز العلیم، یه تناسب بسیار دقیق رو باز برامون قرآن میاره، و اون این هست که این جهان آفرینه چه در خلقش و چه در امرش هر دوشون تقدیر العزیز العلیم هست، یعنی حساب شده هست، قدرش حسابش تعیین شده هست از جانب حاکمی که آگاه هست، علیم هست برش. هیچ چیزی از علم و آگاهی و دانش او بیرون نیست. همون اللهی که این نظام رو ایجاد کرد، چه در خلق و چه در امر، تقدیر العزیز العلیم تقدیری هست مقدر شده، حساب شده و تعیین شده از جانب پروردگاری که عزیز و علیم هست. همون الله متعال کتاب رو نازل کرد که تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. در این کتاب اون چه که در وصف خلق
ذکر شده در واقع بیانگر تقدیر عزیز و علیم هست. اون چیزی که در وصف امر خلق ذکر شده باز هم تقدیر محاسبات عزیز و علیم هست که در همه اینها اعجاز علمی قرآن رو در بر داره. و اون چی که در بحث شریعت و نظام تشریع ما انسان ها هم بیان شده باز هم باید با اونها رو به عنوان تقدیر العزیز العلیم بتونیم، یعنی همانطور که این با حساب و کتاب یه با حکمت با علم الهی و نشأت گرفته از علم الله عزیز و علیم این جهان نظام خودش رو به دست آورده، این کتاب هم مصدرش از همون رب عزیز و علیم است. میخواد احکامش باشه، میخواد توصیه هاش باشه، میخواد امر و نهیش باشه، میخواد حلال و حرامش باشه، میخواد تقسیم میراث باشه، میخواد وظایفی باشه که به زن محول کرده، وظایفی هست که به مرد محول کرده، وظایفی هست که به فرزندان توصیه شده، وظایفی هست که به همسایه برای همسایه توصیه شده، در کل تمام اون چیزی که در این کتاب به عنوان نظام تشریع یا شریعت ما میدونیم نشأت گرفته از پروردگاری هست که عزیز و علیم هست. اون پروردگار هست که در واقع جهان آفرینش رو هم او ایجاد کرده. این ارتباط رو هم باز ما در اینجا مشاهده میکنیم که باز هم ما رو میرسونه به همون نکته اول که ذکر کردیم که تسلیم در مقابل حکم او و رضایت در مقابل تقدیر و حکم او. باز هم در کل تسلیم شدن با رضایت رو باعث میشه. مورد سومی که عزیز باز اومده و در واقع سه بار در قرآن کریم مشاهده میشه، عزیز الحمید هست، حاکمی که ستوده شده هست، العزیز الحمید. حاکمیت و سلطه در صورتی به مطلق خودش در کمال مطلق میتونه باشه که تمام صفات ستوده شده رو در خودش داشته باشه، با خودش داشته باشه. اون پروردگار پروردگاری هست که بر در این حال که حاکمیت مطلق داره، غالب هست بر همه چیز، در این حال ستوده شده هست، تمام صفات ستوده رو او داره. این در واقع صفت هم در قرآن کریم به صورت مزدوج و به صورت مقترن در سه مورد اومده که هر سه مورد در واقع باز برامون این پیام رو داره که اون چیزی که از جانب پروردگار متعال برامون رسیده همونطوری که خودش ذات ستوده شده هست، حکمش هم ستودنی هست و هیچ نوع اعتراض و هیچ نوع شک و تردیدی در حکیم بودن و علیم بودن منبع این احکام نباید در ما پدید بیاد. عزیز و حمیدی هست که از مصدر او این احکام یا این شریعت یا این نظام سرچشمه گرفته. در دو مورد قرآن کریم صفت عزیز رو همراه قوی میاره، ولی قوی مقدم بر عزیز است. اقتدار الهی، توان و توانمند بودن پروردگار همراه عزیز باز هم کمال عزت و اقتدار او رو میرسونه که در این میان هیچ نوع خللی در این سیستم و نظام پدید نمیاد. خیلی موارد هست که سلطه و حاکمیت یک سره هست، ولی در با وجود یک سره بودن و گستردگی اختلال به صورت
ضعف پدید میاد که الله متعال از این ضعف مبرا هست. مواردی که در این زمینه ما داریم، یک مورد آیه 66 سوره هود هست که خاتمه اون چیزی که برای قوم صالح اتفاق افتاد رو قرآن کریم در ضمن اون میگه فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو العزیز العلیم. وقتی که امر ما فرا رسید، وقتی وعده ما فرا رسید، صالح رو نجات دادیم دست قومش که تهدیدش کردن که اگر ادامه دادید یا اگر و به همین صورت تهدید به قتلش کردن و دعوتش رو انکار کردن، تکذیبش کردن. در این وقتی که وقتش رسید، صالح رو و کسانی که ایمان آوردن رو ما نجات دادیم با رحمت خودمون و در اون وضع از رسوایی اون روز هم به همین صورت نجات دادیم، یعنی هم در آخرت هم در دنیا. ان ربک هو القوی العزیز، پروردگار قوی و عزیز هست، یعنی اینکه از زیر سلطه او و از حاکمیت و قدرت او اینا نمیتونن در برن، یعنی الله متعال زیر سلطه او، حاکمیت او همه قرار دارن و الله متعال قوی هست. فکر نکنید که به تأخیر افتادن یک عاقبت در قومی یا به تأخیر افتادن عقاب افرادی دلیل بر ضعف حاکمیت الهی هست. الله متعال قوی و عزیز هست. در آیه 19 سوره شورا بحث رزق و به همین صورت حکم الهی و احکام و احکام یا مشیت الهی در بحث ارزاق میاره، که میگه الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. الله لطیف هست به بندگانش، لطف میکنه به بندگان خودش، اون کسی که بخواد رو روزی میده و قوی و عزیز هست. این آیه و آیه ما قبل، در واقع هر دو اینها در سیاق وعده میاد که الله متعال به بندگان خودش در شرایط مختلف میده. این وعده ها هم بحث رزقش هست، هم بحث حمایت و نصرت هست و بواعث مختلف دیگری هم در این میان میتونه باشه. مهم اینجاست که تمام اون چیزی که الله متعال به وعده میده و اون چیزی که به بنده خودش به عنوان بشارت اطلاع داده، همه اینها تحقق پذیر هست، چون الله متعال قوی عزیز هست. هیچ گونه تردیدی ما در تحقق اونها نمیتونیم، نباید داشته باشیم، اگرچه تأخیر بیفته، اگرچه طبق مراد ما اتفاق نیفته، ولی مهم اینجاست که اتفاق افتادنی هست و الله متعال ضعیف در قبال اراده خودش و تنفیذ حکم خودش نیست. مورد دومی که باز هم دو بار قرآن کریم صفت رو میاره، صفت عزیز غفار هست. این دو صفت باز هم گفتیم که غفار بودن پروردگار متعال یا غفور بودن پروردگار متعال سرچشمه رحمتش هست، ولی در این حال که رحمتش منبع مغفرتش میشه، در این حال حاکمیتش هم آمیخته با مغفرت هست، سلطه او هم سلطه ای هست که با مغفرت همراه هست.
این دو آیه را اگر ما سیاق و سباقش رو در نظر بگیریم، آیه صاد سوره آیه 66 سوره صاد، الله متعال در ضمن اون چه که به من هشدار به مشرکین به نبی خودش میگه قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار، بو که من در واقع هشدار دهنده ای هستم و ما من و نیست الهی مگر الله یکتایی که واحد یکتای حاکم مسلط هست، رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار، اون پروردگار آسمان ها و زمین هست و اون چی که در بین آسمان و زمین هست او عزیز و غفار هست. این هشداری که ما در ارتباط با مشرکین در این آیه مشاهده میکنیم، کسانی که یکتایی الله متعال رو نادیده میگیرند، در واقع در این سیاق الله متعال یادآور میشه که اون پروردگار آسمان ها و زمین عزیز و غفار هست. الله با وجود اینکه سلطه و حاکمیت مطلق داره، بخشنده و کثیر البخشش هست، یعنی با کثرت میبخشه. راه دروازه توبه رو برای اونها هموار میکنه و باز نگه میداره تا اینکه با وجود اینکه در بزرگترین ظلم قرار دارن، باز هم بدونن که اگر قصد برگشت داشته باشن و قصد اصلاح داشته باشن، راه بازگشت و راه اصلاح براشون باز هست. آیه دوم هم در واقع که در سوره زمر میاد، این هم در ضمن نظام آفرینش یادآور میشه که الله متعال عزیز و غفار هست. نظام آفرینشی که باز با وجود یکتا بودن او در اداره این جهان، شرک بر این بر عملکرد بندگان آشکار و عیان هست. عملکردی که میگن که والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اینایی که دارن غیر از خدا، غیر از الله متعال، کسانی دیگر رو بهشون مقام بندگی میدن، اونا رو عبادت میکنن، براشون نظر و نیاز میکنن، براشون از اونا اطاعت مطلق میکنن، اینا میگن که ما اینها رو پرستش نمیکنیم یا براشون مظاهر عبودیت رو ظاهر نمیکنیم مگر اینکه اینا ما رو قرب کنن، وسیله ای هستن که ما رو به الله متعال نزدیک میکنند. الله متعال بینشون حکم خواهد داد در اون چیزی که اینها دارن اختلاف میکنن. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، الله متعال کسی که دروغگوی ناسپاس باشه رو هدایت نمیده. در ادامه این مطلب، در ادامه این واقعیتی که توجیهگر شرک مشرکین همیشه هست، در ادامه میگه اون هست خالق آسمان ها و زمین با یک نظام حق و حقیقتی که شب رو به روز میگردونه و روز رو بر شب و به همین صورت شمس و ماه و خورشید رو مسخر کرده، در اختیار شما قرار داده و کلون یجری لأجل مسمی، هر کدوم از اینها در یک مسیر معین و یک وقت معین در حرکت هستن، او هست عزیز غفار. یعنی با وجود اینکه تمام این سلطه در اختیار او هست و دارن خلائق هم به نام او شرک میکنن که ما لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، با وجود این الله متعال حاکمی هست که بخشنده هست، دروازه بخششش باد تا اینکه برگردن توبه کنن و ادامه مسیر شرک خودشون دست بردارند. آخرین موردی که قرآن کریم وصف عزیز رو آورده، صفت عزیز رو با صفت وهاب آورده که این صفت یک بار فقط اومده الله متعال، سوره صاد میاد.
که به صورت استفهام انکاری نسبت به کسانی که به نبوت پیامبران نسبت بهشون تردید دارن و با حالت بگیم نوعی از حسادت برخورد میکنن که آیا بر اینها نازل شد. میگی الله متعال با استفهام انکاری ازشون میپرسه ام عندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب، آیا خزائن رحمت پروردگار متعال که در اختیار اونها هست در واقع عزیز و وهاب او هست، حاکمیت مال او هست و وهاب هم اون هست، بر کسی بخواد میده، حالا چه میخواد حکومت باشه، چه میخواد رسالت باشه و چه میخواد امر دیگری باشه، کسی نیست که در این میان بخواد نقش داشته باشه یا اعتراضی داشته باشه. این این موردی که در اینجا با در واقع یک بار دیده میشه عزیز الغفور هست که در واقع غفور و غفار در یک معنا میان، در دو مورد قبلی عزیز الغفار بود، اینجا عزیز الغفور هست که باز هم در ضمن عمل کرده انسان این مطلب یا این صفت یادآوری میشه در ابتدای سوره ملک که میگه الله خلق الموت و الحیات، الذي خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. اون اللهی هست که زندگی و مرگ رو، مرگ رو و زندگی رو براتون پدید آورده، شما رو در بین زندگی و مرگ شما رو آفریده تا اینکه روشن بشه کی از شما عمل کردش بهتر هست. در یک آزمایش قرار بگیرید که در این آزمایش عمل کرده بهتر افراد روشن بشه و الله متعال حاکمی هست که غفور هست، بخشنده هست، با وجود اینکه عمل کرده ما انسان ها در ضمن این حاکمیت و سلطه برخلاف اراده و به همین صورت رضایت او اتفاق میفته، باز هم بخشنده مهربانی هست که راه بازگشت رو برامون همیشه باز گذاشته. به طور اجمال یا به طور عنوان نتیجه ما میتونیم به این تصویر شامل برسیم که واجه حاکمیت پروردگار که عزیز هست، غالب هست، هم حکیم هست، هم علیم هست، هم غفار هست، هم غفور هست، و قبل از این بیشترین مورد رحیم بود و در نهایت وهاب هست. حاکمیتی هست که آمیخته هست با همه اینها. هر کسی بخواد میده وهاب هست. هر کسی بخواد میبخشه غفور هست و غفار هست. و به همین صورت اون در اون ضمن اون حاکمیت چیزی از علم و بیرون نیست. سلطه او چیزی مخفی نیست. علیم هست، عزیز العلیم هست و اون چیزی که از اون نشأت میگیره، از مصدر اون صادر میشه، چی میخواد در قالب نظام تقدیری باشه، چی میخواد در نظام تشریعی باشه، در هر شکلی که میخواد باشه، در واقع الله متعال عزیز و حکیم هست. متاسفانه باز هم وقتی نمونده، ولی یک سوالی رو حداقل در جای در وقت مونده پاسخ میدیم. بیننده پرسیدن که دخترم تو مسابقه والیبال هست، درسته ادامه بده؟ مادرش میگه نرو، چه کار کنم؟ داخل وارد شدن در عرصه مسابقات ورزشی برای خانم ها اگر محیط ورزش محیط سالم باشه، حفاظت شده باشه و حجاب شرعی در اونجا رعایت بشه، یا
یعنی اینکه در معرض دید نامحرم، زن نامحرم قرار نگیره اشکالی نداره. ولی از اونجایی که به طور عموم اتفاقاتی میفته، چه از عکس گرفتن و چه از فیلم گرفتن ها، شبهه های زیادی پیش میاد که برای کسی که بخواد احتیاط کنه بهتر اینه که خودش دور نگه بداره و به اون ورزش های سالمی رو بیاره که بیشتر جنبه نمایشی نداره، چون در مسابقات بحث نمایش هست و به طور طبیعی وقتی نمایش باشه دیگه نمیشه براش محدودیت درستی رو قائل شد. میتونید به ورزش های رو بیارید که جنبه نمایشی نداشته باشه، فقط برای سلامتی جسم ازش به کار گرفته بشه و هیچ اشکالی هم نداره که انسان مسلمان، چه زن و چه مرد، ورزش که سلامتی رو در بر داره و سلامتی هم در واقع امری هست که مطلوب در شریعت، در دین و حتی توان و قدرت و صحت بخشی از اون چیزی هست که از ما خواسته شده در دین، اینه که اشکالی درش وجود نداره. ولی گفتم در مسابقات از اونجایی که شبهه در معرض دید دیگران قرار گرفتن بسیار زیاد هست، احتیاط کردن رو ترجیح داده میشه. باز هم میگم الله اعلم. تو برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. الله حافظ.